فریقن تقتلون، گروه هم کشتینش. وقال قلوب ناغول و فن، میگویند گفتند که قلبهای ما پرده روش کشیده شده، قلاف پیدا کرده غلوب. بل لعنهم الله به کفرهم، بلکه لعنت خدا، نفرین خدا به دگر اندیشی اینها، ناباوری اینها. فقلیلن ما یؤمنون، اندکی از اینا ایمان میارن. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. و وقتی که کتاب از سوی این الله اومد، مصدقا لما معهم، تصدیق کننده اون کسانی که همراه کتاب بودن، و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، و پیش از این گشاینده بودن، بازگشا بودن بر اونهایی که دیگر اندیش بودن. فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی که اون کس که اینا میشناختنش، یعنی که پیغمبره، حتی اینجوری میخواد بگه ما عرفوا، اونی که میشناختن کفرو به، یعنی با این که فهمیدن پیغمبره بهش کفر برزیدن. فلعن الله علی الکافرین، پس لعنت خدا به اونهایی که کفر میورزن، یعنی من پیغمبرم، لعنت خدا به تو اگه منو قبول نکنی. با این سیستم بوده. حالا اینکه لعنته، ولی اونجایی که در همه جا حرف اینه که قبولم نکنی باید کشته بشی. و از همین اصله که یارو پاس داره به من زنگ میزنه 24 ساعته کارش اینه که ما تو رو میکشیم. چرا؟ چون من اندیشه غیر اندیشه ننگین او دارم. بعد میگه به سمش دارو به انفسهم ان یکفرو بما انزل الله بغیا. این بدترین چیزیست که اینها اشترا کردن، شرا کردن، خریدن وجود برای خودشون یا خودشونو باش، که کفر ببرزن به الله، با دشمنانه به الله کفر ببرزن. ان ينزل الله من فضل على من يشاء. این الله هر چیزی رو بخواد به هر کس که دلش بخواد نازل میکنه، من عباده، از هر کدوم از بندگانش. فباء بغضب على غضب، اینا رو با خشم روی خشم در هم خواهد کوبید. ولی الکافرین عذابا مهین، و برای دیگر اندیشان شکنجه مهین. مهین میم هی تایگرد و یه نون، از اهانت میاد. شکنجه مهین یعنی شکنجهی که اهانت آمیزه، یعنی حتما تجاوز میکنن به طرف دیگه. چیزی به نام عذاب مهین چیزی غیر از این نمیتونه باشه که هم شکنجه باشه هم اهانت باشه. باید مسئله تجاوز باشه دیگه. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، اگر بهشون گفت اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، اگر گفته شود به آنها لهم آمنو، ایمان بیاورید به ما، به آن چیزی که انزل الله، الله نازل کرده، قالو گفتن انؤمنو به ما انزل علینا و یکفرون به ما وراهو. آیا میگن که آیا ما ایمان بیاریم به اون چیزی که الان داره نازل میشه به ما، و کفر بورزیم به اون چیزی که پیش از این داشتیم؟ و هو الحق، حق مصدقا، و او حق تصدیق شده است بر حق درست. یهودی ها رو میگه، مسیحی ها رو میگه دیگه. اومد بهشون گفت شما هم دین منو قبول کنید، گفتن آقا ما که از خدا کتاب داریم، چه دلیلی داریم؟ ما قرار نیست که تلفن باز داشته باشیم. بله، این ما رو بیرون میکنه تلفن یا مطلب خارجی. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، اگر بهشون گفته بشه ایمان بیاورید به ما، یعنی به چیزی که انزل الله نازل شده، الله نازلش کرده، فرستاده، قالوا انؤمنوا بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه، گفتن آیا ما انؤمنا، یعنی آیا ایمان بیاوریم به چیزی که نازل میشه به ما،
و اونهایی که پشت سر داریم یعنی دین گذشته چیزی که خدا پیش از این بهمون گفته و هو الحق و مصدقن، در حالی که او هم حق و تصدیق شده است و صادقه. لما معهم قل، یعنی حقی تصدیق شده است برای این چیزی که باهاشون بود، با اون کسانی که پیشینیان بودن. قل بهشون بگو فلم تقتلون انبیاء الله، پس چرا میکشید انبیاء خدا رو میکشید؟ البته اینها در زمان محمد یک دونه نبی بیشتر نبوده، ایمان بیاوریم به چیزی که نازل میشه به ما. اجازه بدید ببینم ما اینجا، اجازه بدید من ببینم بیننده ها نمیشنوند یا تلویزیون نمیشنوند. اجازه بدید، ما میگن صدا اشکال داره. ما که اینجا، اگه دوستان در یاران در اینترنت میشنوند صدای ما رو به ما خبر بدن. و مطمئن بشیم که الو، درود بر شما. به ما زنگ زدن از آمریکا، بعضی ها صدا رو نمیشنون. بله من وسط برنامه رو به این دلیل نگردشتم، سپاسگزار، خدا نگهدار. بله ما که گمان میکنم اگر اینجا بشنویم، اجازه بدید ببینیم که اگر ما صدا رو اینجا بشنویم، بله صدا شنیده میشه. اگر اشکالی هست در خود رسیورها و به اصطلاح دستگاه گیرنده یاران شنوند بینندگان گرامی هستش. بله درود بر شما، درود بر شما قربان، میشنوید، درود بر شما، درود بر شما، سپاسگزارم، خواهش میکنم. پس در اروپا دارن صدا رو میشنون. این تلفن که آمد از یاران در یعنی خارج از اینجاست، خود ما هم شنیدیم. و اگر یک تلویزیون باشه که رسیوری باشه نشنوه، امیدوارم که تقصیر با دستگاه خودشونه. بله پس میگه و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، اگر بهشون گفته بشه که بیاد ایمان بیارید. البته همه اینا که من دارم برای شما میگم، یک چیز رو در خاطر بسپرید، یک دینار اینها برای فاتی به قول معروف تنبول نمیشه. درود بر شما. زنده باشید. پس توی اینترنت و تلویزیون درسته، خدا نگهدارتون، سپاس. این دومین تلفن هم توی اینترنت